من معتقدم این تحولی که ما با این جنبش میبینیم یه آغازی داره. این آغاز هفتم دی 96 در اونجا جنبش اصلاح طلبانه و تظاهرات و نارضایی ها یا به اعتقاد من جنبش اعتراض یک گردش بزرگ کرد. هفتم دی حرکت مهمی بود که مردم با آنکه علیه گرانی برخواستند شعار مهمی دادند تحت عنوان رضا شاه روحت شاد، که ارتباطشون رو با همه حرکت های پیشین دوم خرداد تا اون روزگار شکستند و این حکومت رو در واقع تکان داد تا اندازه ای. من تصور میکنم یک جنبشی است که بر اساس بیباوری به قدرت در واقع شکل گرفته و بسیاری پرسش ها و حرکت های اعتراضی به وقوع پیوسته که در عمل ما میتونیم بگیم اینها هیچ کدوم با ارزش های مقطع 57 نمیخونه. یعنی یه تحول ارزشی در نگرش و در رفتار سیاسی به وجود اومده. تصورم بر این است که ایران وارد مرحله تازه‌ای شده، چه حکومت بخواد این را قبول کنه و چه نکنه، نحوه کارها عوض شده به طور کلی و یک پرسش عمومی است که ما در گفتارها و اینها میبینیم که مردم در واقع باوری به و احترامی برای وضع به اصطلاح مسلط ندارن و این پرسش برانگیز ساخته وجود قدرت سیاسی رو. ما با یه جنبش خودانگیخته وقتی طرف میشیم، کسانی که به من اون موقع ایراد میگرفتن و میگفتن نه باید حتما رهبری وجود داشته باشه، یک چیز اولا در نظر نمیگرفتن و اون این که تمام رهبری سنتی که شکل سازمانی داشت، مثلا مهماش بگیم جبهه ملی، حزب توده، فداییان، مجاهدین، همه شما با شکلهای سازمانی روبرو هستید. وقتی اینا رو میذارین کنار با یه جنبش هایی روبرو میشین از به خصوص 96 که من البته معتقدم جنبش مربوط به انتخابات یا تقلب انتخاباتی ریاست جمهوری هم خودانگیخته بوده، منتها این خودانگیختگی رو که عده قبول نمی کردن پای اصلاح طلب ها میذاشتن. در واقع الان مردم جنبش های سازمانی رو میذارن کنار و در خودانگیختگی، حالا چند تا اعلامیه این بر اون بر در این مواقع می اومد بیرون که مثلا فردا محله فلان شما رو دعوت میکنن، ولی واقعا مردم جوونا خودشون میریختن. یکی از خصوصیات این جنبش حضور جوونان بود که زنان بخش مهمی شو تشکیل میدادن، ولی فقط اینا نبودن، دیگران هم بودن، یه قشر متوسط و یه قشر مسنتر و همینطور اگر بریم در مثلا حرکت های مربوط به بازنشستگان حتی آدم های مسنتر هم بودن در این جنبش ها. اینها چون تشکل ندارن بنابراین آرمان دقیق و مشخصی رو نمیتونن بیان بکنن، میگن ما نمیخوایم و این طرد نخواستن البته اهمیت خودش رو داره، منتها یک عده نه این رو میپذیرن و نه اینکه حاضرن قبول کنن که بالاخره یه جنبش خودانگیخته مراحل تحول داره، باید از درون خودش بجوشه و آدمهای خودش رو پیدا کنه.
و از درون اون در واقع معلوم بشه که مردم چه میخوان. اون که مردم چه میخوان در دو چیز تبلور پیدا میکنه، یکی در سازمان های سیاسی است که من فکر میکنم سازمان های سیاسی برچیده شدن یک سره، چنون که با جنبش جنجیان زندگی من فکر میکنم روشنفکری ایران خاتمه پیدا کرد، اون روشنفکری کلاسیک به خصوص شکل گرفته از شهریور 20 به این سو که سازمان یافته هم بودش، اون در واقع کنار رفته. بعد هم سازمان های سیاسی هیچ کدوم اعتباری ندارن. من بیشتر از حوزه تمدن ایرانی صحبت می کنم و احیای این تمدن. در واقع احساس این است که ارزش های زیادی در این داریم. معتقدم این روح تمدن در واقع مشترک ماست که به ما قدرت ایستادن میده، وگرنه از بین میریم. برخی فکر میکنند که این کشورها و تمدنها همیشه گیه، اینطور نیست، خیلی تمدنهای بزرگ از بین رفتن. بنابراین ما وقتی میگوییم تمدن، حوزه تمدن ایرانی، این تنها چاره ماست. ما با کردها از طریق تمدن مشترکمون میتونیم ارتباط برقرار کنیم. زبان کردی خیلی به ما نزدیکه. عین همین میتونیم در ارتباط با بلوچا بگیریم. زبان بلوچی پیچیده تره و خب در افغانستان زبان پشتو رو داریم که اون هم جزء خانواده زبانهای ایرانیه. بنابراین ما چاره ای نداریم جز یک تنوعی در تمدن ایرانی در نظر بگیریم که برای دیگران هم حقوق قائل بشه و همه رو در کنار هم قبول بکنه.